سلام علیکم و رحمت الله. واقع مسئله اینه که دیروز من در اینجا یه سری صحبت هایی داشتم و خب گفتگوهایی هم در صحبت های جناب آقای معاون دادستان مطرح شد که اونها ارائه صحبت هایی بود که درسته که با لحن اینکه گویا متهمی چنین حرفایی رو زده مطرح کردن، اما تقریبا همه صحبت هایی بود که من قبول داشتم و مطرح کرده بودم. من از موزه اینکه این صحبت ها صحبت های به عنوان اتهام علیه من بود نبود. یکی دو نفر از دوستان صبح امروز مطرح شد که اگر دیدگاه هایی رو دارن که این دیدگاه ها دیدگاه های عمومی هستش راجع به انتخابات، اینجا میتونن بیان مطرح بکنن و دیدگاه هاشون ارائه بکنن. من هم جز اون مجموعه دوستان که پیشنهاد شد، یکی هم من پذیرفتم که در اینجا دیدگاه هایی رو راجع به اصل مسئله انتخابات ارائه بدم و مسائلی رو مطرح بکنم که امیدوارم که توی فرصت کوتاه فقط با اشاره به تیترها و عناوینش من بتونم اینها رو در اینجا ارائه بکنم. من صحبتام رو از اینجا شروع میکنم که انتخابات واقعا یک انتخابات فوق‌العاده‌ای بود. 40 میلیون رأی مسئله نبود که به راحتی بشه از کنارش گذشت. اتفاق بسیار بزرگی بود برای تاریخ ایران، افتخار بزرگی بود برای تاریخ ایران. من شخصا خودم شاید جز محدود کسانی بودم که در جبهه اصلاحات بودم و با از نامآورانشونم شاید تا حدودی بودم، ولی با انتخاب آقای موسوی موافق نبودم و از ابتدا در کمپ آقای موسوی فعالیت نمی کردم و سال 1384 هم که ایشان از طرف مجمع روحانی مبارز کاندیدا شدم برای انتخابات، تنها کسی که مخالفت کرد من بودم و دلیل این که احساس میکردم این فرصت زمانی که جناب آقای مهندس موسوی در سیستم انتخاب و در سیستم حکومتی تشکیل نداشتن، این میتونه توهمات زیادی رو برای آقای موسوی ایجاد بکنه و اون توهمات میتونه آسیب های زیادی رو برای کشور ایجاد بکنه، که به همین دلیل من در همین انتخابات هم جز طرفداران آقای موسوی نبودم. اما احساس میکنم که چند تا مطلب رو قابل طرحه که در این جلسه من مطرح بکنم. اشاره وار ارائه میکنم بخش عمده ای از صحبت های جناب آقای معاون دادستان رو که در ابتدا تا انتها من میشنیدم، خب بحث های قابل توجهی بود که مورد قبول بود و شاید بخش های زیادی از این چیزی که من میخواستم بگم رو در صحبت هاشون ارائه فرمودن، ولی باز هم در این حال من به اون تیترهایی که تنظیم کردم در این فرصت کوتاهی که وقتی قبل از جلسه به من داده شد، توی همین فرصت کوتاه من بحثایی رو مطرح کردم که اینجا ارائه بکنم. انتخابات این دفعه اتفاقا معتقدم که انتخابات خیلی متفاوتی بود، خیلی پرسابقه شد، یعنی انتخاباتی بود که شاید 2-3 سال براش داشت کار میشد و کمتر انتخاباتی اینجوری بود که 2-3 سال براش در حال کار شدن باشه. علت هم این بود که من تصورم این بود که یک جریانه که جریان ما باشه، جریان اصلاح طلبان، اعتقاد جدی داشتن که اگر در این انتخابات بتوانن پیروز بشن، میتونن بعد از 3 تا انتخاباتی که اصولگرایان بردن و شاید به نوعی طرح این که حمایت رهبری هم در پشت این فضاها وجود داشته باشه، یک نوعی انتخاباتی باشه که این انتخابات نه تنها یک انتخابات باشه، بلکه به نوعی شاید محدود کردن رهبری، فضای دیدگاه به اصطلاح اعتقادی که جامعه نسبت به رهبری داره، اینها رو مهار کردن. اینها ممکنه پشت این آشوب‌ها در ذهن بعضیا بوده باشه که من اعتراف میتونم بهش بکنم که در خیلی از جاها چنین چیزهایی وجود داشت. پشتوانه خارجی در این انتخابات به معنای منفی کلمه نمیگم، یعنی در حقیقت رفت و آمدها و دیدگاه ها بسیار مهم بود. بخش عمده ای از سفرهای جناب آقای خاتمی در دنیا به عنوان سفرهای تبلیغاتی ارائه میشد، تلقی میشد که این سفرها باز پابهاش برگرده در داخل و به عنوان کاندیدایی که این کاندیدا در
انتخابات آینده تنها شانس اصلاح طلبان هستش مطرح بشه یا حتی حضور بعضی از شخصیت‌های بین‌المللی در داخل ایران، این هم میتونست بسیار تعیین کننده باشه. از این جهت رسانه‌ای شدن و سرعت بخشیدن به رسانه، من اینجا چون یک آدم رسانه‌ای هستم دوست دارم به این نکته اشاره بکنم که مسئله رسانه الان کاملا متفاوت شده. شاید معاون محترم داستان به بخش‌هایش ازش اشاره کردن، شاید تو ذهن همه ما این باشه که رسانه یعنی یک شبکه مثل بی بی سی که مثلا چند ماه قبل از انتخابات ایران سازماندهی میشه برای انتخابات ایران، اما اونها هست ولی یک رسانه‌های بسیار فراگیرتری وجود داره به نام رسانه‌های مجازی. چون اون رسانه‌های مجازی سرعت بسیار بالاتری رو داره و مخاطب‌های بسیار بیشتری داره. اونها همه در این انتخابات از قبل فعال شده بودن و فعالیت بسیار گسترده‌ای داشتن. من اصلی‌ترین اتفاقی که در این انتخابات افتاد و در طول انتخابات هم در زمان برگزاریش هم قبل از انتخابات و هم بعد از انتخابات معنای ویژه پیدا کرد، مسئله تقلب بود. من تقلب رو دیروز در بین جمع دوستانی که همینجا بودن باهاشون صحبت میکردم با این عنوان شاید طنزآلود مطرح کردم، گفتم که تقلب از یک زمانی اسم رمز شورش در ایران شد. یعنی به جای اینکه تقلب به عنوان یک نگاه کاملا فنی در انتخابات باشه، تبدیل شد به اسم رمز یک شورشی که توی اون سازماندهی آرا وجود داشت، توی اون فعال شدن نیروها وجود داشت، لشکرسازی برای تقلب وجود داشت در حالی که تقلب لشکرسازی احتیاج نداشت. تمرین پهن شدن مردم توی خیابونها برای اولین بار در ایران شکل گرفت. من سال 76 یادم همراه جناب آقای خاتمی از به قول خودمون شابدالعظیم راه افتادیم، آمدیم تا خیابون پاسداران، دو یا سه جا جمعیتی توی خیابونها متوقف بودن در حالی که این تمرین نگهداری گسترده مردم در خیابانها، اینها از نکات قابل توجهی بود که در چارچوب تقلب میتونه خیلی معنا پیدا بکنه. ابزار اطلاع رسانی بسیار فعال و منظمی که میتوانست جا به جا بکنه و این خب البته کمی بخشش برمیگشت به شرایط فنی جامعه که اسمس، اینترنت، فیسبوک، ارتباطات دیگه، همه اینها می توانستن کمک بکنن. و شاید این اون چرا که جناب آقای معاون داستان به عنوان انقلاب رنگی مطرح کردن یا انقلاب مخملی مطرح کردن، رنگ مخملی هم به لباسشون هست، من مخملی بود، اما این انقلاب به عنوان انقلاب رنگی مطرح کردن، من فکر میکنم که ظرفیتش وجود داشت. من نمیدونم واقعا هدفش وجود داشت یا نیتش وجود داشت یا نه، اما ظرفیت این کار در این اتفاق وجود داشت. این ظرفیت اگر در یک کشور یک کمی ضعیف‌تر از ایران بود واقعا میتوانست عمل بکنه. شکل ارتباطی که اینها همه با هم دیگه پیدا کرده بودن، رنگ سبز شاید به صورت طبیعی یک ارتباط عادی باشه اما بیشتر تبدیل شد به یک رسانه، رسانه‌ای که میتوانست جاهای مختلف رو با هم دیگه ارتباط بده و با هم دیگه شکل بده. و این به معنای یک اتفاقیه که من اگر ازش تقلب رو به عنوان اسم رمز شورش یاد میکنم به این دلیل، به همین دلیل هم بلافاصله هنوز ساعت 10 شب جمعه که انتخابات شکل نگرفته بود و معنا پیدا نکرده بود و هنوز انتخابات مطرح نشده بود و جواب و عدد و رقم قطعی مشخص نشده بود، اعلام زود هنگام جناب آقای مهندس موسوی به عنوان رئیس جمهور ایران و حتی تبریک جناب آقای خاتمی به ایشان به عنوان رئیس جمهور ایران، اینها همش میتوانست نشان بده که یک نوع تفاوتی در بحث تقلب وجود داره. من بحث تقلب رو که ایشان من یک کمی اونجا جا خوردم اولش به عنوان یک اتفاق مهم از حرف من زدن، حرف درستی بوده که من بارها گفتم راجع به مسئله تقلب که تقلب واقعا در ایران وجود نداشت. من یادم در انتخابات گذشته اگر دوستان یادشون باشه فاصله بین جناب آقای کروبی و جناب آقای احمد نژاد حدود 500-450 هزار کمتر از نیم میلیون فاصله بود بین جناب آقای کروبی و جناب